توحید ربوبیت. آیا می دانید که الله متعال بر بندگانش چه حقی دارد؟ آیا فکر نموده اید که چگونه حق الله متعال را ادا نمایید؟ حق الله متعال بر بندگانش عبارت است از اینکه بندگان او را یگانه و یکتا بدانند و هیچ کس و هیچ چیز را با او شریک قرار ندهند. یگانه و یکتا دانستن پروردگار که توحید نام دارد بر سه قسم است: توحید ربوبیت، توحید الوهیت و توحید اسما و صفات. توحید ربوبیت بدین معناست که الله متعال را در افعالش یگانه و یکتا بدانی، یعنی اقرار نماییم که او تنها خالق جهان هستی است. رزق و روزی انسانها و تدبیر آفرینش فقط در حیطه قدرت اوست. الله متعال می‌فرماید: قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و من یدبر الامر فسیقولون الله فقل افلا تتقون. بگو چه کسی از آسمان و زمین به شما روزی میرساند؟ یا چه کسی مالک گوش و چشم هاست و شنوایی و بینایی میدهد؟ یا چه کسی زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون میآورد و حیات و ممات در دست اوست؟ یا چه کسی امور هستی را میگرداند؟ مشرکین خواهند گفت: الله. پس بگو: آیا از او نمیترسید و راه پرهیزگاری را پیش نمیگیرید؟ همچنین اقرار می نماییم که زنده کردن و میراندن تنها در قبضه قدرت اوست و او پادشاه حقیقی جهان می باشد. او یگانه معبودی است که توانایی نفع و ضرر رساندن را دارد و دعاها را اجابت می نماید و اوست که نعمتهای فراوانی را به عموم بندگانش عنایت می نماید و به مؤمنان به صورت ویژه نعمت هدایت را ارزانی می کند. او پروردگار و آفریننده همه چیز است. توانایی انجام هر کاری را دارد و هیچ کس و هیچ چیز نمیتواند از دایره قدرت ربوبیت او خارج شود. همه موجودات در آسمان ها و زمین تسلیم قدرت او هستند. البته مشرکان زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم توحید ربوبیت را قبول داشتند. الله متعال میفرماید: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. و اگر از مشرکین بپرسید که آسمان ها و زمین را چه کسی آفریده است، قطعا میگویند آنها را پروردگار غالب و دانا آفریده است. در نتیجه مشرکین مکه توحید ربوبیت را قبول داشتند، اما این باور و ایمان از آنان پذیرفته نمی شود تا زمانی که توحید الوهیت و اسماء و صفات را قبول نکنند. الله متعال می فرماید: یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای مردم، پروردگارتان را که شما و انسانهای قبل از شما را آفریده است پرستش نمایید تا این گونه با تقوا به حساب آیید.